سلام، فراز هستم و اینجا پارسی تیوی. این بار به زندگی هنری و شخصی مهرداد آسمانی، خواننده محبوب کشورمون میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. مهرداد آسمانی با نام هنری مهرداد، متولد 25 تیر 1346 در تهران، خواننده، آهنگساز و تنظیم کننده ایرانی مقیم لس آنجلس. دوران کودکی اون در خیابان حافظ گذشت. آسمانی دوران تحصیل خودش رو در دبستان فیروزکوهی و مدرسه راهنمایی هدف گذروند و موفق به گرفتن دیپلم از دبیرستان هدف شد. همزمان با سالهای جنگ عراق و ایران در کنکور سراسری شرکت کرد و پذیرفته شد. با این حال وی تصمیم گرفت برای دفاع از میهن به جبهه جنگ بره. مدت حضور مهرداد آسمانی در جبهه های جنگ نزدیک به 27 ماه بود. مهرداد همزمان با تحصیل نزد اساتید فن به فراگیری موسیقی پرداخت و بعد از اجرای چندین آهنگ برای رادیو و تلویزیون ایران، زمانی که عرصه رو برای انجام فعالیت‌های هنری آزاد تنگ می‌دید، در سال 1992 به لس آنجلس مهاجرت کرد. نخستین آلبوم موسیقی مهرداد آسمانی با عنوان صدای خورشید منتشر شد که ترانه‌های لیسانسه و خانومی از شناخته شده‌ترین ترانه‌های این آلبوم بود. این آلبوم به صورت زیرزمینی در ایران ضبط شد و برخی از ترانه‌ها در لس آنجلس تنظیم شد و پخش شد. یک سال و نیم بعد آسمانی با انتشار آلبوم پوست شب و ترانه معروف چادر با کلامی از مسعود امینی و آهنگی از حسن شمایزاده اون رو به اوج شهرت رسوند. ترانه های اجرا شده در نخستین آلبوم های وی سرودی محمد صالح اعلی و مسعود امینی بود. بعد از این دو آلبوم مهرداد آسمانی بعد از اجرای کنسرتی در لس آنجلس شروع به برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا کرد. مهرداد در سال 2000 با دختری به نام غزاله ازدواج کرد و در آلبوم بعدی خودش که در سال 2002 منتشر کرد، ترانه ای رو با همین نام تقدیم به همسرش کرد. حاصل این ازدواج دو پسر به نامهای مهرزاد و ماهانه. این زوج در سال 2010 از همدیگه جدا شدند. در سال 1995 میلادی آسمانی آلبوم آنتیک رو روانه بازار موسیقی کرد. ترانه آنتیک با کلام مسعود امینی از معروفترین ترانه های این آلبومه که در اون به پیشینه و هویت تاریخی تهران میپردازه. در سال 1996 میلادی مهرداد آسمانی آلبوم خاتون، در سال 1997 آلبوم عروسک و در سال 2000 آلبوم برگ گل رو منتشر کرد. همچنین در سال 2002 آلبوم غزال و آهنگ ماه من سروده ی ژاکلین رو به بازار موسیقی عرضه کرد. در سال 2003 آلبوم جادوی عشق رو با ترانه های از زویا زاکاریان منتشر کرد. بیشتر تنظیم های این آلبوم توسط منوچهر چشم‌آذر انجام شده بود و مهرداد با انتشار این آلبوم سبک تازه‌ای رو در کارنامه هنری خودش ثبت کرد. ترانه عاشقانه شطرنج و فاصله از شناخته شده ترین آهنگ های این آلبومه. مهرداد آسمانی فصل تازه فعالیت های هنریش رو با همراهی شهریار قنبری آغاز کرد. انتشار آلبوم عکس فوری نتیجه ی همکاری مهرداد و شهریار بود. در این آلبوم گوگوش خواننده مهمان در سه آهنگ نسل ما، حریق شهر قصه و سر و ته نواره. البته سابقه ی همکاری مهرداد با گوگوش به سالهای قبل برمیگشت، وقتی که مهرداد آسمانی آهنگسازی دو آلبوم کیو کیو بنگ بنگ و آخرین خبر رو برای گوگوش انجام داد. از میان آهنگ‌های آلبوم عکس فوری، ترانه اجتماعی دیوار یار با استقبال زیادی روبرو شد. همچنین کنسرت‌های مهرداد با گوگوش نیز مورد توجه مردم قرار گرفت. مهرداد آسمانی همکاریش با گوگوش رو ادامه داد و بعد از اون که به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده در آلبوم مانیفست حضور پیدا کرد، آلبوم شب سپید رو که در سال 87 منتشر شد رو به طور مشترک با وی منتشر کرد. مهرداد تو این آلبوم 4 ترانه ی جنگل 6 و 8، هفته ی سپید و سیاه، بوسه های پیاده رو و کوچه ی لخت سروده ی شهریار قنبری رو اجرا کرد. تمام ترانه های این آلبوم توسط شهریار قنبری سروده شد و مهرداد آسمانی وظیفه ی آهنگسازی رو بر عهده داشت و اندی جی تنظیم آهنگ ها رو هم انجام میداد.
او تا کنون 12 آلبوم موسیقی مستقل و 1 آلبوم موسیقی مشترک منتشر کرده. بعد از 2 سال سکوت، در زمستان 1389 مهرداد آلبوم طعم رویا رو که حاصل همکاری اون با ایرج جنتی عطایی به عنوان ترانه سرا و علی الهی به عنوان تنظیم کننده ی قطعات بود رو منتشر کرد. هرچند ترانه ی پرسر و صدای ترانه ها مو پس بده رو هر کسی به نوعی برداشت کرد، اما مهرداد و ایرج جنتی عطایی بر این باورند که این ترانه صدای یک درد 50 سال است که در موسیقی ایران ریشه دوونده و تنها حرف خواننده و ترانه سرای اون نیست. همه ی مؤلفین و صاحب ترانه ضعف خورده ی این بیمهری هن. به بعد از وقفه مجدد در مهر ماه 91 موزیک ویدیو تمام ما رو منتشر کرد. در 28 دی 91 هم موزیک ویدیوی جدیدی به نام زد نور رو منتشر کرد. سپس در سال 92 آلبوم شبیه هیچکس رو منتشر کرد که در واقع ادامه ی همکاری مهرداد آسمانی با ایرج جنتی عطایی بود. در این آلبوم ایرج جنتی عطایی به عنوان ترانه سرا، مهرداد آسمانی به عنوان آهنگساز و خواننده و منوچهر چشم‌آذر به عنوان تنظیم کننده ظاهر شدند. در ادامه مهرداد با خوانندگانی مانند گوگوش، شهره سولتی، نوشافرین، مهستی، سوزان روشن، منصور، سامان و آرمان و غیره همکاری داشت. در ادامه نظر شما رو به دیدن عکس‌هایی از این هنرمند خوب کشورمون جلب می‌کنم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و کامنت گذاشتن ما رو در ادامه این برنامه ها همراهی میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم کلیک کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.